فیک ساز یوتیوب فارسی از این لیست رضا ژاپنی. بله این بنده خدا همینجوری که شما میبینید با ویدیوهای فیک شروع به کار کرد، یعنی از همون ابتدای کار فیک ساخت. خیلی حرفه بود. بله یه خورده زوم کنیم اینجا رو. بد نیستم. وای خورشید با دشمنه. یه خورده دختر جون یه خورده سرتو چیز کن که ما بفهمیم دستان چیه. بله ماشاءالله ماشاءالله. یه خورده زوم کنی ببین اشتباه نمی کنیم که. جدی مرجم. بله شرف شد. عیب نداره رضا جان قربونت برم، ما شانس سوم به تو میدیم. خانم دیگه بب بب یه جا لو بده خانم جان. بله حالا خیلی جالبه این یه کامنت گذاشتن براش، یه این ویدیو های انگاری که این خانومه خودش رو خیلی مهربون جا زده و یه آدم خیر جا زده و یه کامنت گذاشتن براش و این غمگین میکنه داستانو که دارن به مخاطب دروغ میگن. یه گفته چقدر خوشحال شدم که هنوز انسانیت زنده است. دم این خانوم انسان گرم، دل بزرگ و با شجاعت، وقتی دید اشتباه پیگیر تصحیح اشتباه خود. خانومه یه کامنت گذاشته که حرف از شرافت و انسانیت داره میزنه ولی توی اون ویدیو سر تا سر اون محتوا بیشرفیه و دور از انسانیته. رضا جان عزیزم از من به تو نصیحت، اگه حداقل میخوای فیک بسازی قربونت برم بیم سوجات بگو عینک دودی نزنن. من میدونم شما آی کیو اینقدر پایینه که نمیدونی انعکاس چیه، ولی خب اینو به سوجات بگو خودشون میفهم. میگه اینقدر آی کیو پایینه که نمیدونی انعکاس نور توی یه صفحه براق یعنی چی. مهدی دپ لوکیشن اون دوربین رو نگاه کنید کجاست؟ پشت اون فرمون است. خب شما عزیز من داخل این ویدیو، داخل این ویدیو، داخل این ویدیو و داخل این ویدیو شما اون لوکیشن همونه. خب ما برای اینکه اثبات کنیم این ویدیو فیک تنها کافیه بریم ببینیم داخل اینجا اون دوربین کجاست. زوم کنیم. بله چون هزینه داره ساخته یه همچین ویدیوهایی، نه هزینه پولی، هزینه و عواقب داره. خیلی از کسایی که شاید سوار کنه شاید همسر داشته باشن، شاید برادر داشته باشن و یارو از به همین راحتی نگذره. میدونید کی واقعا دوربین مخفی درست میکرد و مزایم تلفنی درست میکرد؟ حاجی لند. چقدر براش دردسر شد. حتی یه بار میگفتن که مغازه‌شو آتیش زدن، ولی خب آتیش گرفته بود، ولی بعضیا میگفتن آتیش زدن مغازه‌شو. جانه سرت کن میده. وای وای قشنگ اینجوری کرد انگار مثلا اول صدای در اومد، در که باز شد بعد انگار دختره گفت بیام تو، اینجوری کرد. یه دلیل هم بیشتر نداره سوتی دادن، اونم چی سوتی های به این بزرگی، اینه که ویدیوهای خودشون رو خودشون ادیت نمیزنن. بعد اینکه ویدیو رو گرفتن یه بار نمیشینن نگاه کنن. خیلی حرفه ها و شک نکنید که ادیتورم خودش دیده یه همچین صحنه‌ای رو ولی صداشو در نیاورده. شخصیت این افراد باعث میشه آدمای دیگه توی زندگی بهشون وفادار نباشن. نزدیکترین فردت که توی کارت ادیتورت دیگه، اون دیگه به تو نگه نقص کار تو. ببین تو چقدر وضعیتت خرابه دیگه. سپهر سفری این پسر مثل قانون انعکاس رو از فیزیک خوب بیارش مونده، مثل اون کسخلای دیگه نیست. پس میاد چیکار میکنه؟ به همه میگه که شما عینک نذارید، اگه گذاشتید مثل این دختره باشه. اینجا مثل یک تپه ان مشخصه داخل تامنیل. میگه من نمیدونم چی بگم، باطل شد. یعنی که پویان انار ویدیو داره، یعنی فیک داره. مگه میشه پویان توی یه ویدیو دوری مخفی باشه و فیک نباشه اون ویدیو؟ آها الان فهمیدم، پوری انار چندین بار گندش در اومده بود دیگه. انار که آقا ویدیوهای تو فیکه، چندین بار بچه‌ها مچشو گرفته بوده. حرفش اینه همین که توی یه قاب با پوری اناری کافیه که آقا کل محتوای تو فیکه. توی روز گرم تابستون که امیر ویکتور رفته بوده که از اون دافایی که از قبل باش هماهنگ کرده بود و سوار ماشین کنه، که از قضا آفتاب از جلو به ماشین آقای امیر ویکتور فیکساز تابیده و همینطور که میبینید دوربین مخفی داستان ما مثل که خیلی هم مخفی نبوده. این چیه مرد حسابی؟ یعنی چی؟ یعنی اینا میرن مثلا دوستای اجتماعی خودشونو که حالا اجتماعی باشد، دوست دختر، دوست رفیقای دخترشونو برمیدارن میارن مثلا توی ویدیوها. من واقعا درک نمی‌کنم. آقای مهیار رو براتون آوردیم. چرا؟ طبق معمول من بهش گفتم مثلا وقتتون بخیر، من یوتیوب هستم، می سناریو دارم مثل اون سناریویی که با بقیه زب می‌کنید انگار مید مینچت و اینا. گفته که خسته نباشین، هزینه بودن در ویدیو 180 هستش.
من خدا قانه هم هست، کم میگیره واقعا. احساس میکنم فکر کرده که تو از طرف خود مهیار اومدی و رفیقشی و یکی از افراد نزدیکشی، برای همین قیمت خرید گفته. گفتم که یه چیزی مثل ویدیویی که با مهیار ساختید میخواستم شما در گوگل میت ضبط کنید، روند چجوریه ممنون میشم یه توضیح بدید. به به، حالا ببین چی گفته. بله، من با مهیار توی گوگل میت ویدیو گرفتیم با هم و خب دیگه خودش حالا ادیت کرد دیگه. دیگه از این بدتر نداریم. مشخص شد رنگ حناتون رو عرض میکنم، دقیقا همین موضوعه. یعنی واقعا بیشرف شد مهیار، آبرو برات نذاشت داداش. مثلا باید یکی مثل سویل پرنگ بیشتر دیده بشه و امثال سویل پرنگی که دارن ویدیوهای واقعی میسازن، که دارن جون میکنن توی این راه، نه کسایی که پول میدن فیک میسازن که تو رو مثلا خرفرض کنن. و اینکه در مورد مینی چت کارو هم خب من میگم که افراد زیادی هستن که واقعی ضبط میکنن، مثلا همین رضا فرشته که دیگه نمبر 1 توی مینی چت. حالا دو تا موضوع، یکی اینکه گفتی حالا تو رو خرفرض میکنن که یه ذره حالا خره یه جوری بود، ولی اوکی میخوان مخاطبو گول بزنن، این حالا یه ذره بهتر بود. ولی رضا فرشته هم خیلی آدمه چیزی، آدم خطرناکیه واقعا. عقایدش عقاید عجیبیه و مثلا عقاید افکار زن ستیزانه داره، به خاطر حرفاش که توی مینی چت میزنه نمیگم، مثلا سر داستان هلیکوپتر رئیسی یه سری حرفای خیلی عجیب زده بود، ویدیو داده بود و اینا، و خیلی جالبه. فقط مینی چتاشه که مثلا بالای 10K بازدید میگیره، ویدیوی مزخرف و بازی و فلان چیز میذاره مثلا کلا ته تهش 5000 تا بازدید بگیره. میگم این آدم خطرناکیه، فردیه که به شدت مشکوکه. احتمال 90% این آدمیه که داره بودجه میگیره، یعنی یه سر و تهش وصله یه جوری وصله، حالا یا خانوادهش یا پدرش یا مادرش، تابلوه. واقعا مرسی از آریان، آیدی چنلش رو اینجا براتون میذارم. ساخت یه همچین ویدیویی بجز درد سرای خودش، درد سرای بعدش هم داره، مخاطبا و فنای همچین افرادی میان و توهین میکنن، روانت رو به هم میریزن و واقعا دل و جرأت میخواد ساخت یه همچین محتوایی. تا یه ویدیوی دیگه تو رو به خدای ایران میسپرم. پاینده باد ایران.